اگه گوبلز رو از تو قبرش بکشن بیرون، بعد یه تپه ریشم براش بذارن، بعد میزان یا به قول پزشکا دوز قابل توجهی از مشنگیز رو هم بهش تزریق بکنن، حاصلش یه چیزی میشه تو مایه های پاسدار سلامی. این سرتشتک پاسدارای تروریست یک موجود عجیب غریبیه، ظاهرا جز حرافی و پشت هم اندازی کار دیگه بلد نیست، اما اونم بلد نیست. سخنرانیاش یک ملغمه ایست از روزهای آخوندا و تکرار مضحک یه مش کلمه بی‌معنی که بیشتر مثل یک استنداپ کمدی بیمزه است، سر و ته هم نداره، فقط زور میزنه که این کلمات قلم به سرم برای یه جوری به هم بچسبونه و با لفاظی های آخوندی به این بسیجی ها روحیه بده. یک نمونهش رو لطفا ملاحظه بکنید. تنها با وجود آنها ما در دایره فضائل حیات میابیم. همه جهان اسلام به میدان جهاد تبدیل شده است. مستکبران در حال فرارند، همانند مگس ها. مسیری برای آزادی مسلمانان از اسارت در فضای بردگی مدرن ساختند، راهی برای آگاهی بخشی به مسلمانان در فضای جهالت مدرن ساختند. جهان اسلام در قوی ترین موقعیت خود قرار دارد. سیلی مستحکم دیگری را بر صورت استکبار به خصوص آمریکا نواخت، آنگونه که صورتش 180 درجه برگشت. رودخانه های خروشان این ملت در حال حرکت است. انداختن سنگ ریزه ها موجی ایجاد نمی کند. شما دریایید، دریای مواج خروشان. ما همه ایران جهانی را به زودی خواهیم دید. پیشمرگتان هستیم. خاک کف پایتان را برای تبرک به صورتهای مان می کشیم. بله، اگه از این پاسدار تروریست بپرسن که تو یه جمله چی میخواستی بگی، خودش هم بکسوات میکنه، حرفی برای گفتن نداره. طنز پرازای پیک شادی قطعه طنز رو در همین رابطه تهیه کردن که تصویر واقعی تر و به نظر من خیلی قابل فهم تری از پاسدار سلامی رو ارائه میکنه. امروز در جمع بسیجیان تهدید دل سوخت منقار هستیم و آمده و در اوج شکوفه زدن مقام عظما در پای منقل خوش‌سغال منطقه‌ای و بین المللی حضور یافتیم. امروز عرایض بنده به سه بخش گنده تقسیم شده بنده. حالا بیا جلو دنده. در بخش اول میخواهم به منبیات راه بردی و راه نبردی مقام عظما بعد از فتنه های قلیل اخیر اشاره کنم. امروز بر همگان مسجل و مبرهن و مستهجن شده که دشمنان در جریان حوادث اخیر آنچنان پرزهای آن مرد فرزانه، یعنی مقام معظم ولایت، دال زله و زاله، دال زال و شین سین و حسانه زدودن که معظم الله در جریان نکناله های تکوینی خود خوشه های بنایی خود را به سمت آسمان خروشان و متلاطم گرفت و چنان کفی بر دهان مبارکش جاری شد که در برابرش شامپو هم لنگ بندگی انداخت. و از درایت بنزینی خود آنچنان سیلی نثار ارواح طیبه و طاهره و آزیتا و مقام معظم و حاج آقا خاتمی صورتش شد که صورتش 750 درجه فارنهایت به سمت بانک های خاکستر شده عودت داده شد و عقلانیت راه بردیش از کف پای خط قرمزهایش پرید
و من در این نقطه کف پای شما بسیجیان را میبوسم و درزهای پاره عبای مقام عظما و جورابهای پاره تان را به هم کوک میزنم. ای کاش من تکه تکه شوم و شما تکه های من را بگیرید تف داده و در روند تکوینی نظام میرزا قاسمی درست کنید. بابا این یارو مخش گوزنه خدا وکیلی. جان تو والا من 45 دقیقه همینجوری ترنی صحبت میکنم، من 2 دقیقه میخوام صحبت بکنم، مخم بایپس کرد. گلون دیسکانکت. عزیزان من، از اینجا وارد قسمت دوم سخنرانیم میشوم. کلماتی که حفظ کرده بودم را در قسمت اول گفتم، الان دیگه نکته خاصی به ذهنم نمیزنه جز همون قضیه کف پا که خب بین خودمون باشه. من راستش نمیدونم کی منو فرمانده سپاه کرده. من فرمانده سپاه میشم صدام اصلا تغییر میکنه، چون روزی که فرمانده شدم همش دارم سخنرانی میکنم، بعد هر سخنرانی هم یه هفته بستریم، چون واقعا به اقصان اوقات بدنم فشار میاد. میدونی که تو این یه هفته میرم کلمات سخنرانی بعدی رو حفظ میکنم، میام اینجا نه 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 برشوان میگم. در اینجا میخواستم بگم که من کف پای ساقی خود را بوس باران میکنم. جنس میده را الان یه چشمه از جنس داشته باشی. امروز ما جهان را در جیب بغل راه بردی خود پنهان کرده ایم و از آنجا به سمت کهکشان های استکبار دهان باز کرده ایم و با زحل و مشتری نرد جهاد میبازیم و بسیج ما اگر بتواند بر صفت بشردن تنبان راه بردی خود فائق آید، مقام عظما میتواند سیخ خود را بر اجاق خورشید فروزان داغ نماید. جنس داشتید؟ جنس را یا زحل رو ول کنم برم سراغ عراق؟ عراق که الان کنسیلگریمون تو نجف شده شومینه. هرکی میرسه الان بابای شب میخواد بره خونه زنگ میزنه مجلس آقا چیزی نمیخواین مادر بچه ها، چیزی که نمیخواین فقط داریم میای تو مسیرت کنسولگری جمهوری اسلامی رو آتیش بزن. اینجاست که من کف پای شما و بسیجیان را با صورت خود قلقلش میدهم. عزیزان لاشخور بسیجی، محرم مرهم در همه زخم های مقام عظما باشید، همانطور که معظم الله له له به 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 چه 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 بیه بیه فرمودن، به زودی پروژه های عمرانی بسیاری را به نام شما کرده و دلارهای فراوان به پایش گفتم پا یاد کف پایتان افتادم که میخواستم ببوسمشان و خلاصه ما سیبیل شما را چرب خواهیم نمود. پول هست، خزانه پره و برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت سنار بده آش به همین خیال باش مراجعه کنید و یا به آدرس شطور در خواب بیند پنبه دانه @ بزرگ نمیر بهار میاد .com ایمیل کنید اگر کسی پای کامپیوتر بود. گفتم پا یاد کف پایتان افتادم که میخواستم یک بوسه راه بردی برام بنهم. فعلا از این مهم معذورم، چون کف پای دشمنای نظام تا زانو در دهان راه بردی من و مقام معظم گیر کرده. گفتم دهان یاد بوسه هایی افتادم که میخواستم بر کف پایتان بزنم و سلام علی کف پایتان بوسه بوس بوس بای تا های مرتی که روانی. چجوری این کلمات این پشت سر هم میکنم؟